با درود خدمت همه شما هموطنان عزیز و ارجمندم، به آنچه که توضیح داده بودم رسیده اید. اگر در گذشته یا سرسری می گرفتید یا بی توجهی می نمودید، امروز با پوست و گوشت و استخون خود لمس می کنید که این حاکمیت چیزی به غیر از فقر و نابودی و تجاوز و زندان و شکنجه و در نهایت کشتار شما ایرانیان از روز نخست تا به امروز در دست نداشته است. اینها ایرانی نبوده و نیستند و به فکر منافع کشور نبوده و نیستند. این حاکمیت اشغالگر بوده و هست و میبایست با دست پرتوان شما مردم از شمال و جنوب و شرق و غرب در یک همبستگی بزرگ و رستاخیزی نوین برای آزادسازی کشور نابود گردد و سرنگون. از همه شما هموطنانم در سر تا سر کشور تقاضا دارم به زندگی خود و آیندگان بیشتر بیاندیشید و راهی به غیر از همبستگی در ذهن نداشته باشید. اجازه ندید که این حاکمیت شیطانی توسط رسانه‌های دروغینی که به راه انداخته خیزش‌های متفاوت و آزادی‌خواهانه و حق طلبانه ملت ایران رو با هر نگرشی، با هر تفکر سیاسی و یا مذهبی متوقف بسازه. قاعدتاً اینها وعده وعید به شما خواهند داد، قاعدتاً تمام سعیشون رو خواهند کرد که شما رو متوقف بسازند. سیاست حکومت شیطانی در نطفه خفه کردن تظاهرات در سر تا سر کشور بوده و هست. اینترنت رو از کار خواهد انداخت، سر تا سر دروغ پخش خواهد کرد و شما رو با وعده وعیدهای دروغین مجدداً متوقف خواهند ساخت. اگر متوقف بشید، بدانید که استراتژی این حاکمیت برای نابودی شماست. آنچرا که متعلق به شما بوده در اختیار سایرین و فرزندان خودش قرار داده و هیچ نگاهی برای زندگی شما از روز نخست تا به امروز نداشته و نخواهد داشت. اگر با این بینش و این نگرش و فهمیدن استراتژی این حاکمیت کارتون رو ادامه بدید، متوجه میشید که راهی به غیر از همبستگی نیست. شمالی و جنوبی و شرقی و غربی کشور میبایست متحد بشه و با استراتژی های متفاوت در هر شهر، در هر استان در تقابل قرار بگیره با این حکومت اشغالگر و شیطانی. مردم عراق در چنین روزگاری به سر میبرند و اتحاد خودشون رو با یکدیگر اعلام کردن در سخت ترین شرایط. مردم لبنان هم به این شکل، سر تا سر لبنان و سر تا سر عراق رستاخیزی است برابر دیکتاتورهای متفاوت که سر این دیکتاتور و این شیطان در کشوری است با نام ایران، ایران من و تو، ایرانی که اشغال گشته. بیداری نسبت به این حاکمیت شیطانی در سر تا سر خاورمیانه و در نهایت جهان آغاز به کار کرده. امروز همگان می‌دانند که چرا وضعیت خاورمیانه، کشورهای ثروتمند دارای نفت و گاز ولی مردم فقیر رو داراست. همگان امروز می‌دانند. پس با تمام این دانش و آگاهی که تا به امروز به دست آوردید بجنگید کف خیابون‌ها برای پسگیری حق خودتون، برای پسگیری زندگیتون و دیگر اجازه ندهید که با ثروت شما، با ملک شما، با دین شما، با اعتقادات شما بازی بشه و تسخیر. بدونید و آگاه باشید که اگر سکوت بکنید، اگر نظارگر بمانید، در آینده چیزی به غیر از فقر بیشتر، گرسنگی بیشتر، خودکشی بیشتر، بیماری بیشتر، پاشیدگی خانواده ها در وسعت صدها برابر نسبت به اون چیزی که امروز مشاهده میکنید نخواهد بود و نخواهید دید. در کنار شما بوده و هستم. تمام پیام هایی رو که ارسال میدارید رو در کانال های پشت پرده ها و سعید شمیرانی و همچنین اینستاگرام پخش خواهم کرد. تنها چیزی رو که از شما تقاضا دارم دست به دست هم بدید، همبستگیتون رو حفظ بکنید، جان دیگری رو جان خودتون بدونید، خانواده دیگری رو خانواده خودتون بدونید و به گونه ای عمل بکنید
که نشان بدهید یک خانواده هستید، یک پرچم، یک جغرافیا و یک ملت. مردم دانا و متحد شکست نخواهند خورد.